دانش آموزانی که در این از دهه دقیقاً 90 وارد محیط دانش آموزان میشن و بعد به طور تبیینی در سالهای آینده اینها به نحوی نسل دیجیتالن و اصلا در این محیط شکل گرفتن ذهنشون و کارکردهاشون و روز به روز این توسعه پیدا میکنن. این که ما مثلا در حالا از این آمارها که کم دیگه نشنیدیم و نداریم که ما مثلا 28 میلیون گیمر و بازیگر و بازیکن داریم در فضای بازی های رایانه‌ای و از این ها 18 میلیونشون دانش آموزن، متوسط مصرفشون بیش از 30 دقیقه، کل این 28 میلیون هم در نسل دانش آموزی رقم خیلی بالاتره. در حوزه مصرف اینترنت به طور متوسط ما روزانه 3 ساعت مصرف اینترنت در کشور داریم، در فضای دانش آموزی به 5 ساعت به بالا میرسه. همه اینها ایجاب میکند که ما در دهه پنجم انقلاب اسلامی مسئله حوزه نسل دیجیتال و مسائل مرتبط با اون رو جدی‌تر بگیریم و طبعا انجمن‌های اسلامی با این موضوع ارتباط برقرار می‌کنند. اون ارتباط می‌تونه محورهای متعددی داشته باشه. یکی از مهمترین نقطه‌های ارتباط این انجمن‌های اسلامی چگونه می‌تونن سوار رسانه‌ای دانش آموزی رو بالا ببرن. در حوزه ارتقای سواد رسانه‌ای دانش آموزان چه اتفاقاتی میتواند در دهه پنجم انقلاب اسلامی به دست انجمن اسلامی اتفاق بیفته؟ انجمن اسلامی دانش آموزان، این به نظر میاد یکی از کارکردهای مهم دهه پنجم انقلاب اسلامی برای انجمن هاست. وقتی ما با این وسعت 14,600,000 دانش آموزی که داریم، زمان انقلاب سال 57 7 میلیون دانش آموز بوده، این تعداد و این مقدار مصرف این حوزه و بعد نوع ارتباطی که با این حوزه الان دارن و بعد تاثیرگذاری هایی که بعداً در آینده هم دانش و هم شخصیت و هم کنش های اجتماعی و فردیشون خواهد داشت، این به نظر من یکی از نکته ها و حلقه های مهم نیست که حتما انجمن ها در گزارش هم دوستان رو پیش من داشتن کارهایی کردن، اما میشه رو این اهتمام های بیشتری رو داشت.